سلام، من المیرا، خیلی خوش اومدید به چنل من و امروز برگشتم با یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو ما میخوایم راجع به این حرف بزنیم توی این دورانی که توی خونه گیر کردیم و ایزوله شدیم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که حالمون رو بهتر بکنه، افسرده نشیم، که حال بد نگیریم و فکر کنیم که روزمون خیلی پروداکتیو بوده، خیلی به همه هدفمون رسیدیم. من توی این دوره اولین کاری که کردم برای خودم پلنم درست کردم. حقیقتا اینکه من همیشه پلنامو روزانه مینوشتم ولی خیلی بهش عمل نمیکردم، ولی توی این دوره دقیقاً وقت میکنم که به تک تک چیزهایی که نوشتم عمل کنم و به هم خیلی حس خوبی میده. یعنی اون تیک زدن کنارشون، مارکر کشیدن روشون، احساس میکنم که خب یه کار انجام شده و دان شده. این کار رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم توی وهله اول. توی وهله دوم من خیلی نشستم فکر کردم که چه کارهایی رو همیشه دوست داشتم انجام بدم و همیشه وقت براش خیلی کم میآوردم و اونا رو هی جست و گریخته یادداشت کردم که تبدیل شد به 32 تا مورد که نوشتم و دوست دارم اینو با شما به اشتراک بذارم، چون که میتونه به کار شما هم بیاد و میتونید ازش استفاده بکنید. چون خیلی اوقات ما به خیلی چیزا فکر میکنیم ولی اون زمانی که میخوام انجامش بدیم خیلی یادمون میره، میگیم مثلا اینو بذار بعدا انجام بدم یا این یه کار بذار یه دفعه دیگه انجام بدم، ولی معمولا یادمون میره که چه کارهایی رو میخواستیم انجام بدیم. پیشنهاد من به شما الان اینه که بدید یه لیوان کافی، قهوه، شیر، هر نوشیدنی که دوست دارید بردارید بیارید و بشینید که با همین 32 تا مورد رو بررسی بکنید و ببینید که کدومهاشو دوست دارید انجام بدید، کنارش تیک بزنید، کدومهاشو دوست ندارید خط بزنید و حتما با منم اشتراک بذارید هر چیزی رو که بهش فکر کردید. خب پس میشه من اینه که به این لیوان کافیتون رو بیاریم که بریم شروع بکنیم. اولیش مطالعه کردم. من همیشه خیلی دوست داشتم از اینایی باشم که خیلی کتاب خوندن، خیلی اطلاعات عمومیشون بالاه و این چیزا، ولی معمولا وقت نمی کردم. یعنی حقیقتا آدم اگه بخواد وقت بذاره میتونه وقت بذاره، این کاری ندارم بهش، ولی من اون وقتی رو که میتونستم بذارم کتاب بخونم بیشتر شبا بود، ترجیح میدادم یه فیلم ببینم که مثلا کمتر از مغزم کار بکشم، چون در طول روز خیلی درگیری و زیاد بوده. ولی خب کاری که کردم اینه که از اول تعطیلات شروع کردم یه کتاب که این کتاب جستارهای در باب عشق. من معمولا خیلی کتاب‌های صوتی گوش می‌دادم، اونم تو زمان ترافیک و اینجور داستانا، ولی کلا این کتاب خونه خیلی حس خوبی به من میده. کتابو فیزیکی لمس کردن، یعنی اون قسمت‌هایش رو که خوندی می‌بینی، اون قسمت‌هایش که مونده می‌بینی. و من معمولا یه عادتی که دارم اینه که زیر خطایی که خیلی خوشم میاد معمولا خط می‌کشم و اینکه یه سری نکات هم بالای کتاب یادداشت می‌کنم. به خاطر همین کتاب فیزیکی خیلی حس خوب به من میده. یه کار دیگه هم که من امتحان کردم توی این تعطیلات، یه موزیک خیلی لایت میذارم و اون قسمتی از کتابو که خیلی خوشم اومده وایس میگیرم و برای خودم نگهشون میدارم. این از اولیش. دومی یه پلیلیست میتونین از آهنگهایی که دوست دارین درست بکنید، که خب خیلی هم کار خوبیه. معمولا این برش وقت نمیشه و معمولا توی ماشین همیشه در حال سرچ کردن و اینجور داستانه، پس بهتر که پلیلیست از آهنگای مورد علاقتون درست کنید. سومی میتونید گیم بازی کنید. من خودم خیلی اهل گیم نیستم، ولی خب تو این دوران یه PS4 گرفتم که بتونم باهاش بازی رو شروع بکنم. ولی خب شما میتونید بازی های کامپیوتری، بازی های توی گوشیتون، چون خیلی بازی ها اپستور فری کرده، مونومنت 2 که یه بازی خیلی 3D سبودیه که بعد راه برای یه دختر پیدا کنی خیلی بامزه است، من اونو بهتون حتما پیشنهاد میکنم. چهارم این که فیلم و سریال های مورد علاقتون رو ببینید، یا حتی اونایی که قبلا دیدید و دوست داشتین که دوباره ببینید و باز هم وقت میکردید میتونید توی این دوران انجامش بدید. مثلا من دوباره کامل نشستم سری هری پاتر رو دیدم. خیلی دوست دارم.
پنجم میتونید عکاسی کنید، ایندور فوتوگرافی کنید، از کتابی که دارید میخونید، از لیوان کافیتون، از اتفاقاتی که توی خونه میفته یا حالا بیرون و طبیعت هم میتونه باشه، ولی خب من ترجیح میدم بیرون نیاین، توی حیاطتون برید و اینجور داستانا. ششمی میتونید پازل بسازید. یه کاری که خیلی سرگرمتون میکنه و فکرتون رو درگیر میکنه پازل ساختنه. و اینکه حالا اگر که با خانواده یا حالا دوستاتون توی جا ایزوله شدید میتونید برق بازی کنید، میتونید تخته بازی کنید. خیلی به نظرم کار باحالیه و تایم زیادی رو میگیره. هفتم، یاد بگیرید آشپزی کنید. من خودم به شخصه اصلا آشپزی رو بلد نبودم، ولی توی این دوره خیلی یاد گرفتم و حتی یه کارایی کردم که خیلی عجیبه، مثل نون پختن، مثل یه سری آشپزی خاص. معمولا رسیپی‌ها رو نگاه میکردم و یه چیزی درست میکردم. این خیلی حس خوبی به آدم میده، مثل پروداکتیو بودن رو میده. و اگر آشپزی تا حالا نکردید، شروع کنید به آشپزی. اگر آشپزی کردید، شروع کنید یه سری رسیپی‌های جدیدی که هیچ وقت امتحانش نکردین رو امتحان بکنید. هشتمی، تیک تاک ویدیو بگیرید. یه اپ خیلی بامزه اومده، تیک تاک. میتونید که خب یه موزیکی روش پلی میشه و شما میتونید همخونی بکنید و خودتون فیلم بگیرید. خیلی هم ترند شده توی اینستا و استوری‌های همه، خیلی پره. ولی خب خیلی حس فان و باحالی داره. من خودم حتما می‌خوام امتحانش بکنم. نهمی، یه کاری که میتونید بکنید اینه که میتونید یوتیوبرها رو نگاه بکنید و اون چنلی رو که دوست دارید مثل چنل من پیدا کنید و سابسکرایب کنید و خب خیلی میتونه بهتون الهام بخش باشه، خیلی میتونه روزتون رو پر بکنه. و یه مورد دیگه هم هست، میتونید چنل خودتون رو استارت بزنید. یعنی یه فکری که همیشه میکردید که دوست داشتید که یوتیوب خودتون رو داشته باشید و هیچ وقت وقت نمیکردید، بنظرم الان تایم مناسبه که بتونید چنل خودتون رو استارت بزنید. دهم، این که نقاشی کنید یا اسکیچ بکشید یا حتی یه سری دفترهایی بودش توی شهر کتاب شکا کشته شد و شما رنگ‌آمیزیش میکنید. اینا خیلی حسای خوبی رو با آدم انتقال میده. کلاً هر کار خوب هنری و دستی رو که بخواید ایجاد بکنید و بعد در نهایت که اون کار رو میبینید پر از حس خوبه براتون، حتی اگر که خب خیلی هم توش حرفه‌ای نباشید. 11، یوگا کنید یا حالا ورزش کنید، فرقی نمیکنه. من کلا جزو پلنام گذاشتم که روزانه روزی 1 ساعت ورزش میکنم. من حالا معمولا حرکات کتشی رو انجام میدم، ولی شما توی یوگا کنید و کاری هم نداره. خیلی ویدیوهای آموزشی زیادی توی یوتیوب و خیلی جاهای دیگه هست و حتی توی اینستاگرام هم خیلی پیجا هستن که دارن ویدیوهای آموزشی میذارن از ورزش و یوگا و همین این چیزا. 12، مدیتیشن. مدیتیشن هم باز خیلی راحته. شما میتونید یه موزیک خیلی ملایم بذارید و خودتون رو رها بکنید و آموزشش هم خیلی اپ‌های زیادی هستن که این آموزش رو به شما میدن. خیلی حس خوبی میده این اون مدیتیشنه، حالا یا شبا قبل از خواب یا صبح که بیدار میشید. واقعا یه حس رهایی و یه حس خیلی جالبه که واقعا پیشنهاد میکنم که امتحانش بکنید توی این دوره. 13، میتونید یه زبان جدید یاد بگیرید. زبان جدید رو خب من همیشه خیلی دوست داشتم فرانسه رو یاد بگیرم و یه اپی هست که من پیشنهاد میکنم حتما دانلودش بکنید، دیالینگو، که خیلی راحت میتونید هر زبانی که دوست دارید پایه‌ای باهاتون شروع میکنه و ازتون آزمون میگیره و هی به مرحله بعدی میرید، که به نظرم خیلی اپ جالبی هستش. 14، خونه یا اتاقتون رو تغییر دکوراسیون بدین. حالا اگر که تنها توی خونه گیر افتادین و ایزوله شدین، میتونید خونه رو تغییر دکوراسیون بدین. اگر نه، میتونید اتاقتون رو تغییر دکوراسیون بدین. حالا نه اینکه لزوماً وسایلتون جابجا کنین، میتونید مثلا یه سری گلدوزی خیلی کوچیک روی بالشتون انجام بدین یا روی مثلا روی دیوارتون میتونید نقاشی بکنید. یه سری کاری که قبلا وقت انجام دادنش نداشتید و خیلی حس خوبی به اتاقتون میده. 15، شروع کنید به تمیز کردن کشو و کمد. یکی از ترس های من همیشه برم سراغش، انقدر که همیشه برم ریخته است، ولی واقعا یه تایم خوبیه که بریزی بیرون اونایی که نیاز داری. مخصوصا بهار که به وجود میاد، عید که میشه، اون لباسایی که نیاز نداری میتونی بذاری کنار، بدی به کسایی که نیاز دارن و اون لباسایی که نیاز داری بر خودت درست کنی، طبقه بندی کنی. خیلی حس خوبی میده اون تمیزی و همه چیز سر جای خودش قرار داشتنه. 16، یه روز تو هفته رو بذارید که به خودتون برسید. کلی رسیپی ماسک‌های مختلف هم وجود داره که من پیشنهاد میکنم که شروع کنید. برای صورتتون ماسک بذارید، یه موزیک ملایم بذارید، یه لیوان چایی برای خودتون بریزین، یه دمنوش خیلی خوب. میتونید به ناخوناتون برسید، میتونید به موهاتون برسید. خیلی حس خوبی رو داره که بذارید یک روز تو هفته رو به خودتون اختصاص بدین و حالتون رو خوب بکنید. 17، میتونید لپتاپ یا گوشیتون رو سورت کنید، تمیز کنید. صفحه
همیشه خیلی شلوغه و توی این دوره دقیقا وقت کردم که همه رو فولدر بندی بکنم، اونه که نیاز دارم پاک بکنم. خیلی حس خوبی میده که حالا لپتاپ برای گوشیتون باشه، مخصوصا عکس ها. یه عالم فوتوها ما داریم که نتونستیم بهش رسیدگی بکنیم، یه عالم اسکرین شات ها داریم که هیچ وقت وقت نکردیم بهش نگاه کنیم و همیشه اسکرین شات ها گرفتیم که یه روزی برگردیم و نگاهش کنیم. بنظرم خیلی تایم خوبیه که اونا رو سورت بکنید و تمیز بکنید. 18 هم میتونید فیس تایم کنید، میتونید با دوستتون فیس تایم کنید. مثلا یک کار خیلی باحالی که میتونید انجام بدید اینه که با فیس تایم مثلا دوتاییتون یه چالش بزنید که یه غذایی درست بکنید، تو شروع کنید به آشپزی، دوست شروع کنه به آشپزی و ببینید در نهایت چی در میاد. یا اینکه حتی میتونید با هم یه صحبت کنید، مثلا حالت مهمونی دور همی که دور هم نشستیم، میتونید 4-5 تایی یعنی هم که پیشنهاد میکنم حتی زومه. البته خب زوم خیلی به دردی میخوره که یه کنفرانسی چیزی بخواد برگزار بشه، ولی خب جوری باحال میتونید با هم دیگه صحبت بکنید و همین فیس تایم، حالا هر چیز دیگه‌ای هم هست که میتونید ایجاد بکنه با هم صحبت بکنید. 19 یه کاری که من خودم همیشه خیلی دوست داشتم انجام بدم اینه که به مسائل مالیتون رسیدگی بکنید. اینکه حالا چه خرج‌هایی رو سال پیش انجام دادید که ضروری بوده یا نبوده، یا چه جوری می‌خواید پول در آینده سیو بکنید، حتی پولاتون رو می‌خواید کجا سرمایه‌گذاری بکنید، اینا چیزایی که می‌تونید بهش فکر کنید. مثلا من تو این دوره فکر کردم که بد نیست حتی این مقدار راجع به بورس بیشتر بدونم، ببینم مکانیزم و کارکردش چطوریه که بتونم مثلا یه مقدار پولم رو اونجا سرمایه گذاری کنم. بنظرم تایم خوبیه که بتونید به مسائل مالیتونم رسیدگی بکنید. 20 از پنجره میتونید بیرون رو نگاه بکنید، میتونید مردم رو نگاه کنید. من باز پیشنهاد میدم که لیوان چای و کافیتون رو بردارید، برید پشت پنجره، میتونید طبیعت رو ببینید، درخت ها رو ببینید، سبزیاشون رو ببینید. بهار شده، هوا فوق‌العاده خوب شده، بارون میزنه و حتی میتونید آدم ها با اینکه عمر کم شده آدم ها و ماشین ها رو ببینید. این خیلی حس خوبی رو انتقال میده. 21 به قیافه جدید فکر کنید، به قیافه جدید رو برای خودتون ایجاد بکنید. مثلا میتونید مثلا میتونید همیشه به این فکر میکردید که موهاتون رو شاید رنگ سبز، آبی، صورتی یا هر رنگ دیگه بکنید. میتونید امتحان بکنید، میتونید برای خودتون چهره جدید ایجاد کنید. یا برای خانوما مثلا همیشه فکر میکردن که یه نوع آرایش بکنن، شاید بهشون نیاد. میتونید آرایش‌های مختلف رو امتحان بکنید. حتی مثلا خیلی خوبه یه روزا پاشین به خودتون برسید، موهاتون رو براشین کنید، آرایش بکنید و بعد حالا کاری رو زدنتون رو انجام بدید. به خاطر اینکه تو کل روزی حس خوب و فرش بودن داریم. 22 من خودم خیلی با این موافقم و خیلی حس خوبی رو میده اینکه یه رقص جدیدی رو امتحان بکنی، حالا هر رقصی، و خیلی راحت و سریع میتونی آنلاین آموزشاشو ببینی. یعنی برای خود بذاری که من هر روز میخوام نیم ساعت یه رقصی رو امتحان بکنم، واقعا تو روحی تاثیر داره. اینو از من قبول کنی. میتونید با گوگل مپ سفر کنید. گوگل مپ یه آپشن داره، نمیدونم تا حالا دیدینش نه، ولی اگه ندیدین حتما پیشنهاد میکنم که برید ببینید. اینه که هر جای دنیا که بخواید برید میتونید به صورت 3D کامل لایو اونجا رو ببینید. حتی میتونید تو موزه ها برید، تو خیابونا قدم بزنید. با گوگل مپ خیلی راحت میتونید به این سفر کنید، به هر جایی که دوست دارید. 24 میتونید تد تاک ببینید، تد تاک هایی که براتون خیلی اینسپایرتون میکنه، براتون الهام بخشه. میتونید شروع کنید به دیدن تد تاک. به نظر من خیلی پیشنهاد خوبی، یعنی خیلی تأثیر گذاره تو حال اون روزتون، مخصوصا روزایی که اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارید. مثلا اون که دیدنه میتونید ببینید و خیلی میتونه اینسپایرتون بکنه. 25 میتونید پادکست گوش بدید. چیه؟ پادکست مطالب صوتیه که خیلی فراگیره تو همه جای دنیا. آه من به این اسم نشده بودم. خیلی زیاد و یه دنیای شبیه اسم دارو بود. پادکست رو من میگم همیشه توی ترافیک و اینجور داستانا میشستم گوش میدادم. الانم خیلی تایم مناسبی برای اینکه پادکست گوش بدیم، یعنی بذاریم پلی بشه. من اینکه بی پلاس رو بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب های غیر داستانی رو به صورت خلاصه وار میگه که خیلی به نظرم خوبه. اگر که تا حالا گوش ندین حتما امتحانش کنین. یکی رادیو دیو رو پیشنهاد میکنم، اونم خیلی حس خوبی داره. یعنی اون موزیکایی که انتخاب میکنه، اون متنی که انتخاب میکنه خیلی حسای خوبی رو
انتقال میدن، یکی رادیو کار نکن و یکی رادیو دال. همشو پیشنهاد میکنم چون که هر کدومش هم تاپیک های مختلفی داره که حالا اگر که گوش بدیم خلاصه ازش بخونیم کاملا متوجه میشین که به کدومش علاقه داریم. من این 4 تا پادکست بود که خودم گوش میدادم. 26 اگر که دیگه واقعا از خونه موندن خیلی خسته شدیم، پیشنهاد میکنم ماشین بردارید برید رانندگی طولانی. دیگه مشکلی نداره که توی ماشین ایزوله بتونید رانندگی بکنید. پیشنهاد میکنم برید برای خودتون اطراف شهرهای رانندگی خیلی طولانی و دلنشین داشته باشید. 27 یه کاری که من خودم همیشه خیلی فرار میکنم و نمیدونم چرا باش مشکل دارم، تلفن زدنه و خب همیشه همه اطرافیانم ناراحت میشن. ولی خب این دوره خیلی تایم خوبیه که شما بتونید با دوستا و فامیل هایی که خیلی وقت ازشون خبر نداشتید زنگ بزنید، صحبت بکنید، از حالشون خبر بگیرید. به نظر میاد خیلی حس خوبی رو انتقال میده. 28 دیدن یک سری فیلم و عکس قدیمی. حالا میتونه این فیلم و عکس از زمان بچگی خودتون باشه، میتونه ازدواج پدر مادرتون باشه، هر چیزی میتونه باشه، ولی کلا فیلم و عکس قدیمی خیلی خاطرات قشنگی رو میتونه زنده بکنه. 29 نامه‌ای به بچه آیندت یا خود آیندت بنویسی و حتی از حال و هوای مثلا امیره 25 ساله بگی و چیزی که الان تو ذهنش برای آیندهش و حتی میتونی برای بچه‌ت بنویسی و بگی که مثلا مادرت تو این دوره چیکار می‌کرده، به در آینده برای چه اتفاقی بیفته. کلا به آینده فکر کردن و یه برهه‌ای رو دیدن و یه نامه‌ای بر خود نوشتن خیلی حس خوبی رو میده. میتونی برنامه سفر بعدی تو بچینی، یعنی یه حس خوبی که میتونی داشته باشی اینه که خب بالاخره این دوران تموم میشه، این دوران همیشگی نیست، یه مدت زمانی طول میشه ولی بالاخره تموم میشه. میتونی برنامه سفر بعدی تو بنویسی، حتی میتونی یه اکسل باز بکنی و جاهایی که دوست داری سفر بکنی تو این دوره رو برای خودت بنویسی که بتونی بعد از این به ترتیب هر کدوم که دوست داشتی سفر بکنی. میتونید برای خودتون چالش بذارید. مثلا چه چالنجی؟ مثلا من به خاطر اینکه خیلی قهوه زیاد میخوردم و خب چون که توی خونه و نیازی هم به خیلی قهوه ندارم، استراب و استرس رو بالا میبره و خب درسته که خیلی آنتوکسیدان داره، خیلی کارها خوبی هم میکنه، ولی خب من خیلی قهوه بیش از اندازه میخوردم. به خاطر همین تصمیم گرفتم یه دوره کافئین رو بذارم کنار. الان یک هفته است که کافئین مصرف نکردم و خب سعی میکنم با دمنوش و نوشیدنی‌های سالمون رو جایگزین بکنم. مثلا میتونید برای خودتون چالش بذارید، چالش کتاب خوندن، چالش فیلم دیدن، مثلا فیلم‌های کلاسیک رو شروع کنید به دیدن. این چالش‌ها خیلی حس خوبی دارن و هدف‌های کوتاه‌مدتی هستن که شما خیلی راحت میتونید تیکشون بزنید. 31 ببینید این خیلی حس باحالی میده. من این پیشنهاد می‌کنم تمرین کنید اگه با خانواده‌ام حتی هستید. مثلا برید توی پشت بوم و خودتون پیکنیک درست کنید، یه زیرانداز بندازین، منقل ببرین، کپ درست کنین، چه درست کنین. باز مثلا پشت بوم میتونه باشه، حیاط میتونه باشه، حتی توی خونه‌تون میتونه باشه، یعنی هیچ محدودیتی نداره. ولی خب اینم بازی حسی میده که خب از ایزوله بودن دورید. 32 اینکه توی این دوره شما میتونید برای خودتون چند تا گلدون درست بکنید که حالا سبزی خوردنش بکارید یا میوه بکارید یا حتی گل باشه. اینا خیلی حس خوبی میده، مخصوصا میوه و سبزی، به خاطر اینکه خب خیلی کم تم توید برید بیرون، بعد مثلا سبزی خوردن خیلی زودم به دست میاد، خیلی اینا حس خوبی رو انتقال میده. 32 مورد محمود، امیدوارم که ازش لذت برده باشین. اگر که چیزای دیگه ای هم به ذهن خودتون میرسه که من اینجا بهش اشاره نکردم حتما برام کامنت بذارید. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید. اگر که خوشتون اومد کانال منو سابسکرایب کنید. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی هم ببینمتون. خدا نگهدار.